وزیر خارجه انگلیس در نشستی در سازمان ملل متحد گفت گروه تروریستی داعش با از دست دادن سرزمین هایش در عراق و سوریه به یک شبکه تروریستی مخفی تبدیل شده است جرمی هانت وزیر امور خارجه انگلیس هشدار داد که سنی های تندروی داعش با وجود بیرون رانده شدن از عراق و سوریه هنوز به گفته او کاملا شکست نخوردند به گزارش شیعه ویوز به نقل از دیلی میل هانت گفت این گروه تروریستی تقریبا تمام سرزمین هایش در عراق و سوریه را از دست داده اما با تبدیل شدن به یک شبکه تروریستی مخفی با زیر شاخه هایی مشغول اقدامات تروریستی است وزیر خارجه انگلیس ارزیابی سازمان ملل مبنی بر اینکه حدود 20 هزار تن از سنی‌های رای داعش در سوریه و عراق باقی مانده اند را تکرار کرد و گفت شهروندان بسیاری از کشورها در میان اعضای این گروه تروریستی حضور دارند به تصریح کرد حدود 900 نفر از انگلیس برای جنگ در عراق و سوریه راهی این دو کشور شده بودند که حدود 40 درصد از آنان در روزهای اولیه خلافت خودخوانده داعش به انگلیس بازگشتند و 20 درصدشان کشته شدند و مابقی هنوز در سوریه و عراق و جاهای دیگر هستند.